دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. جلسه رو پی میگیرم از ادامه مباحث هفته گذشته. ابتدا یه مقدار از ابیات رو میخونم چون توضیحات زیادی رو در گذشته دادم و از ابیات هم عقب نمونیم، و توضیحات رو بعد از خوندن ابیات خدمتتون عرض میکنم. تا اینجا رسیدیم جلسه قبل. این خبرها وین روایات محق، صد هزاران پیر بر وی متفق. من فقط اگر دوستانی تازه به ما پیوستن عرض میکنم در دفتر ششم هستیم، داستان پادشاه و سه پسرش. میگه این حرفا، این روایت ها و خبرهایی که از صد هزار پیر رسیده و همشون یک حرف رو زدن. یک خلافی نی میان این عیون، آنچنان که هست در علم زنون. در این علم عیون یعنی علم شهودی، چیزی که حضوریه، شهودیه، میگه هیچ اختلافی نیست. اما در علم زنون، در علم زنها، گمانها، تئوریها، اختلاف نظر زیاد وجود داره. آن تحری آمدن در لیل تار، وین حضور کعبه و وسط نهار. میگه اون تحر، اون قصد، اون به اصطلاح دانش، نیت در وسط شب تاریک اومد، اما اون چیزی که شهود ماست در درست روبروی کعبه است. قدیم ها میخواستن نماز بخونن دنبال کعبه میگشتن دیگه، میگه کعبه درست حضور داره و وسط روزه، انقدر روشنه. خیز ای نمرود، پر جوی از کسان، نردبانی نایدت زین کرکسان. داستان رو از جلسه قبل که نمرود میخواد پرواز کرد به آسمان ها، میدونید پرنده ها رو گذاشت و حالا مولانا میگه کرکس. البته غیر از این هم گفتن، با یه تختی رفت بالا و تیری رو به سمت خدای ابراهیم رها کرد، اشاره به اون داستان داره. میگه که ای نمرود بلند شو و پر از کسان بگیر، نه از کرکسان. حالا خودش داره توضیح میده که منظور من از کرکس چیه. در همین داستان مثل داستان موسی و فرعون، حضرت موسی رو یک نماد درونی میگیره و فرعون رو یک نماد درونی میگیره. در اینجا هم حضرت ابراهیم رو یک نماد درونی گرفته مثل حضرت موسی، و نمرود رو همون معیار درونی، نماد درونی گرفته مثل فرعون. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، پر او با جیف خاری متصل. مقل یعنی کسی که داری میشنوی در اینجا، کلن یعنی کسی که ناظره، داره نگاه میکنه. میگه عقل جزوی همون کرکسه که دارم ازش صحبت میکنم. عقل عبدالان چو پر جبرائیل، میپرد تا ظل سدره میل میل. میگه عقل عبدالان، عبدالان یعنی آزاد مردان. یادتون هست چقدر سر آزادی، اصلا آزادی جزء لاینفک انسانیه، و میگفتم میرسیم به ابیات. میگه آزادگان، کسی که عقلهای آزاد دارن و در ایده این رو محصور نکردن، مثل پر جبرئیل میپره تا سدرت المنتها، تا زیر سایه سدرت المنتها، همون درختی که در بهشت هستش. باز سلطانم، جشم نیکوپیم، فارق از مردارم و کرکس نیم. باز همون شاهین سلطانم که همیشه میره شکار و دور میزنه برمیگرده پیش سلطان. گشم خوشم و اسد و پیم نیکوه. ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. چند بر امیا دوانی اسب را، باید استا پیشه را و کسب را. میگه تو کوری چقدر میخوای حرکت کنی، باید با بینایی و
استاد همراه باشی. از اینجا بعد دیگه برمیگرده سراغ داستان. حالا میریم سراغ داستان، داستان رو ادامه میدیم. من ابیات رو توجه بهش بکنید، دوباره تکرار میکنم: این خبرها وین روایات محق، صد هزاران پیر بر وی متفق. یک خلافی نیمیان این عیون، آنچنان که هست در علم زنون. مولانا داره از دو نحوه علم صحبت میکنه. یکی از نحوه های علم رو داره به نام علم عیون، عیانها، و همون چیزی که ما بهش میگیم شهود، علم حضوری، داره از اون صحبت میکنه. و یک سری علومی که این علوم، علوم گمانها هستند، تئوریها هستند، طرز فکرها هستند، قیل و قالها هستند، اینجوری گفتن، خبرگزاری میگن هستند. حالا فرقی نمیکنه چه تو دهن عوام باشه، چه در کتاب ها نوشته شه، سندیتی روش نیست و روش اختلاف بسیار بلند میشه. ببینید، مولانا از عیون داره صحبت میکنه. این چه جریانی رو میخواد مطرح کنه؟ چه فرقی هست بین علوم متداولی که وجود داشته در اون زمان و یا حالا هم وجود داره و این علمی که مولانا ازش صحبت میکنه؟ این چی رو میخواد بیان کنه؟ میگه ما یک علمی داریم که درش اصلا اختلاف نیست، چون انقدر روشنه که همه دارن میبیننش. این همون حرفیه که بودا میزنه دیگه، میگه وقتی که اقیانوس هند رو میچشی، هر کی بچشه میگه شوره. هیچکی نمیاد دیگه اقیانوس هند شیرینه، چون یک مسئله واحده. ببینید، من در قبلها یه نکته رو گفتم و الان خیلی موقعشه که دوباره داستان رو تکرار کنم. و اون داستان اینه که اگر خاطرتون باشه، ما از صحبت‌های علوم جدید حرف به میون آوردیم و گفتیم که در علوم جدید به ما میگن که ارتباط ما با دنیای خارج در همین لیل تاره، در همین شب تاره. یعنی چی؟ یعنی گفتیم که میگن در ثانیه 40 تا 60 میلیون بایت اینفورمیشن، اطلاعات، وارد سیستم سنسوری و احساسات ما میشه. از این 40 تا 60 میلیون بایتی که در ثانیه وارد سیستم سنسوری ما میشه، در حدود 40 تا 60 بایتش فقط پروسه میشه، بقیهش دیگه پروسه نمیشه. ببینید، ما در وهله اول یه مشکلی رو داریم انسان عموما. ما وقتی که با واقعیت رو در رو میشیم، خیال میکنیم که واقعا باهاش داریم برخورد میکنیم. ما وقتی از جهالت عرفای ما صحبت میکنن، همینجاست که ما، چون حس ما رو گول میزنه، ما خیال میکنیم داریم واقعا با واقعیت رو در رو میشیم. ببینید، میایم توی حس، مثلا یه چیزی مثل بویایی. میگن بویایی انسان 5000 سلول بویایی ما داریم، در صورتی که مال سگ به 300000 میرسه، یا حالا بگیرید میلیون اگر درست تو ذهنم مونده باشه. یک همچون فاصله ای وجود داره، یعنی سگ چند برابر، 60 برابر ما توان داره که با جهان بیرون بیشتر درک کنه و بگیره این اطلاعات رو، این داتاها رو. ما فقط داریم نسبت به اون چقدر ضعیف‌تر میگیریم. حالا از این مقدار ضعیفی که نسبت به دیگر موجودات داریم، از 40 تا 60 میلیون بایتی که وارد میشه، فقط 40 تاشو 50 تاش رو پروسه میکنیم. یعنی سیستم مغزی ما این رو پروسه میکنه. یعنی چی به ما میگه؟
یعنی به ما میگه اون چیزی رو که تو داری به عنوان واقعیت میبینی بی خوده، اصلا همچون چیزی نیست. مغز تو داره اونقدر اطلاعات رو کاهش میده، اونقدر داره اطلاعات رو محدود میکنه که تو متوجه هیچ کدوم از اینها نمیشی و تصور میکنی، توهم میکنی اون چیزی رو که داری میبینی واقعیته. پس ما چی رو داریم میبینیم؟ ما با چی در ارتباطیم؟ ما چی رو اسمشو میذاریم واقعیت؟ چیزی که تا این اندازه پروسه میشه، کم پروسه میشه و کاهش پیدا میکنه و فقط یک چیز بسیار کوچکی دست ما به واقعیت میرسه. ببین تا چه اندازه این داستان کوچیکه. خب وقتی که ما در یک همچون شرایطی هستیم، این یعنی همون لیل تار، شب تاریکی که مولانا داره ازش صحبت میکنه. یعنی اگر قرار باشه که ما واقعیت ها رو اونجوری که هستن ببینیم، اصلا خدا میدونه چه اتفاقی میفته. اصلا ما قادر هستیم این رو درک کنیم یا قادر نیستیم اینو. اصلا کیاسی میشه در اندیشه ما که درکش برامون بسیار غیر ممکنه، نه اینکه بگیم سخته. خب پس ما زمانی که در این شب تار قرار گرفتیم و ارتباطمون با واقعیت اینجوره، فقط تنها کاری که میکنیم گمان زنی میکنیم. انسان زمانی که چیزی رو نمیشناسه، چیزی رو نمیفهمه، شروع میکنه به تئوری ساختن و خودشو سرگرم با این تئوری ها میکنه. یعنی در حقیقت ما دسترسی به هیچ گونه از واقعیت بیرون به هیچ فرمش نداریم، به هیچ فرمش نداریم. خب یعنی شب تار. حالا این حرف مولانا چیه که ما در عیون، در شهود میبینیم و همه چیز مثل وسط ظهر میمونه، انقدر روشنه، وسط روز میمونه، این ظهر وسط روز میمونه. مولانا داره از چی صحبت میکنه؟ مایی که انقدر بینشمون محدوده چی رو داره بیان میکنه؟ ببینید با این توصیفی که الان من خدمت شما به جلسات قبلی برگردیم، توضیحات مفصلی دادم راجع به این داستان ها. در حقیقت شما فرض کنید ما در یک، ما رو به عنوان یه ماهی فرض کنید، انسان رو در یک تنگی از آب قرار گرفته که شیشه این تنگ محدبه. شما همه چیز رو دارین از پشت این شیشه محدب میبینید، همه چیز القاء اون شیشه محدبه، نه واقعیت اون شی. انسان رو دانشمندان امروزی دقیقاً تشبیه میکنن به یک ماهی که تو یک تنگ محدب قرار گرفته وسط اقیانوسه. این درکی از واقعیت اقیانوس نداره. اون چیزی رو که داره میبینه همش پشت شیشه محدبه، شکلهای فوق‌العاده تغییر یافته‌ای که به وسیله شیشه محدب به این داده شده و حالا این رو این شکلهای غیر واقعی داره تحقیق میکنه و اسمشو میذاره علم الظنون. بسیار نکته مهمه، میذاره گمان ها، تئوری ها. همین صحبت رو مولانا به زبان دیگه ای داره دیگه. پیش چشمت شیشه ای داری کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. درسته؟ همین داستانی که امروز دانشمندا به این صورت مثال می زنن. یعنی وقتی که من از این همه اطلاعاتی که بیرونه فقط 40 میلیون بایتش وارد سیستم سنسوری من میشه یا 60 میلیون و از اون 60 میلیون فقط 40-50 تاشو پروسه میکنم و میفهمم، از اون شیشه محدبی که شما یه ماهی رو بذارین توش و بذاریدش وسط اقیانوس توی اون تنگ بدتره. یعنی هر چی که داری میبینی غلط غلوته.
که من اینا رو خیلی توضیح دادم، به اونجاها برگردید. بسیار توضیح دادم که این چقدر برای ما ضروریه. مثال از خود لپتاپ زدم، کامپیوتر زدم، که اون چیز رو من نشون میده که من لازم دارم ببینم. خیلی خب، حالا ما با این تفاصیل میایم میگیم که آقا جان، شما که دارید اینها رو میگید، ما در این تاریکی هستیم، پس چطور میتونیم کارهایی رو انجام بدیم که اینها درست در میاد؟ یعنی شما فرض کنید یک ماهواره رو از زمین میفرستین، تو اون مداری که میخواید قرار بگیره قرار میگیره. شما یک سفینه رو میفرستین میره به کره ماه و کره ماه میاد پایین، و یا روی مریخ میاد پایین. با این همه محدودیتی که درک ما داره و تا حتی یک ذره مقابلمون رو نمیتونیم ببینیم، پس چطور میتونیم همچون کار رو بکنیم؟ درسته؟ خیلی حرف مهمه. در انسان، در مایند انسان، در هیومن مایند، در ذهن انسان، به قول ما در ژرفای وجود انسان، ظاهرن یک عنصری هست، یک المنتی هست که این عنصر خیلی فراتر از حس میفهمه و ارتباط و رابطه خیلی عمیق ذاتی با آفریننده حیات داره. آفریننده حیات هر چیزی که هست، طبیعت خداست و یا هر نوع شعوری که این حیات رو ثمر داده، این المنت، این عنصر با اون یک ارتباط ذاتی و نزدیک داره. و اون چیزی که شما میبینید در علوم، ما موفقیت‌های چشمگیری رو پیدا میکنیم حضور اون المنت، حضور اون عنصر در، حالا اصطلاح من، ذهن ماست، در مایند ماست. اون از جنس آفریننده حیاته، اون از جنس حرکت هستیه، اون از اون جنسه. به همین خاطر شما میتونید با این المنت ارتباطاتی برقرار کنید. یکی از اون ارتباطاتی که با این المنت، با این عنصر برقرار میکنید، علمه. علم یک وسیله است دیگه، یک وسیلهیه که به وسیله اون ما میتونیم با این عنصر آشنا بشیم و دریافتهایی ازش داشته باشیم، اما خیلی محدود. حالا یواش یواش علوم رشد بیشتری میکنن، جلوتر میرن، هرچی ما بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم. حضور این عنصر در درون انسان که ورای حس عمل میکنه غیر قابل شکه، عیان‌تر از اونیه که بشه ندیدش گرفت. همه چیز همون المنته، همون المان هستش، المنت هستش. پس در نتیجه در درون ما این جریانی که با هستی در ارتباطه و فوق‌العاده فرای این درکای هستی وجود هست، زندگی میکنه. بحث اصلی که صحبت میشه، بحث اصلی که اینها دارن حرف میزنن، حضور قدرتمند و قاطع این عنصر، شکوفایی این عنصر در درون انسانه که بینش انسان رو به طور کامل، یعنی همین این دیدن رو، همین درک کردن هستی رو تغییر میده. وقتی که این رو تغییر داد، شما میتونید با اون عنصر درک کنید. به این میگن شهود، به این میگن عیون. و تمام روابط علمی که ما داریم، درکی رو که ما داریم،
به خاطر حضور و وجود این عنصر در انسانه، در درون انسانه. اصلا عرفان، حالا بودا باشه یا هر کسی دیگه‌ای باشه یا مولانا یا هر طریقت دیگه‌ای، داره انسان رو آگاه میکنه، حاضر میکنه، هوشیار میکنه بر این. میگه اگه تو به این برسی، دقیقا این 40 بایت و این نمیدونم 60 بایت و اینا دیگه اصلا احتیاجی نداری، 60 میلیون بایتش هم احتیاجی نداری، تو میتونی خیلی عیان در شب تار ببینی، دیگه برات روز روشنه. همون داستانیه که خدمتون عرض کردم در جلسات گذشته. اینجا در واقع لیل تار همون غار افلاطونیه، زمانی که قدم میذاری به این دنیای خارج از غار، میشه وسط روز و روز روشن. توجه میکنین؟ میگه که در این جور درکام، چون همه چی روشنه، دیگه تئوری وجود نداره. ببینید، این رو شما هر چی میخواین اسم بذارین، اما اجازه بدید یک چیزی رو در زبان پارسی، فارسی خودمون خدمتتون عرض کنم. شما در زبان فارسی یک کلمه ای رو به کار میبریم، ما همیشه به نام پرستش میگید من خدا رو میپرستم، من خدا رو نمیپرستم، پرستش میکنم. میدونین پرستش کردن یعنی چی؟ پرستش کردن از چه ریشه ای گرفته میشه؟ بذارید یه چیزی رو از حکیم فردوسی خدمتتون بگم. حکیم فردوسی میگه بفرمود تا داروی هوشبر، پرستش بیامیخت با نوشبر. یعنی توی شرابش، توی نوشیدنیش یا هر چیز دیگه‌ای که بوده، داروی بیهوشی ریختن. کی؟ پرستش. پرستش کی؟ یعنی پرستار، کسی که پرستاری میکنه. شما وقتی که در خدمت کسی هستین، پرستاری دارید انجام میدید، به این میگن پرستش. خب حالا شما من بگید، این همه در این ادیان میگن خدا چه احتیاجی به پرستش و پرستاری من داره یا شما داره؟ یک همچون قدرت بیکرانه ای اونایی که معتقدن و میگن هست و تجربهش کردن، درکش کردن، کشفش کردن، چه احتیاجی به این داره که منش ما چی اینو میخوایم حمایت کنیم، چی اینو میخوایم خدمت کنیم، به چی میخوایم پرستاری کنیم؟ در حقیقت پرستش حفظ این امانت فوق‌العاده ارزشمندیه که در انسان وجود داره، همین عنصری که من خدمتتون عرض کردم. یعنی اینکه تو بتونی به این خدمت کنی، این رو پرستاری کنی، نذاری از دستت بره بیرون، این همون چیزیه که اینا دارن میگن. همون عباداتی که میکنی، ارتباطت رو با اون ذات هستی، با اون مولد آفرینش داری برقرار میکنی، از طریق اون میکنی، نه یک سری آداب خسته کننده و کسل‌آوری که ما فکر کنیم کسی به اینها محتاجه. تو اساساً هدفت در این دنیا، در این زندگی، حفظ این تواناییته. این توانایی نباید دستت بره، این توانایی نباید دستت بره. یعنی اینکه هر کاری که میکنی، بهت عقل معاش داده میشه، بهت خونه داده میشه، تلاش میکنی به دست میاری، هر کاری میکنی، تمام این جسم نگهداریش به خاطر اونه. این مهمترین فلسفه حیات در عرفان هستش، این مهمترین فلسفه حیات، درک حیات در آفرینش هست. این رو باید بتونی حفظ کنی. بذارید برگردم به بودا، چون که همینجور که مولانا گفت، میگه که آقا هیچ اختلافی بین ما نیست، 100 هزاران از این پیرها، این پیرها مولاناست، بوداست، هر کسی هست، هیچ کدوم از ماها 10 جور حرف مختلف نزدیم، یک حرف رو زدیم. حالا ببینید، وقتی که ما صحبت میکنیم از بودا، جلسه قبل
8 مرحله به اصطلاح پایه بودایی رو خدمتتون عرض کردم و اینی هم که به بودا خیلی میپردازم و باز هم بیشتر از این خواهم پرداخت، یه نکته ای رو من داخل پرانتز بگم برگردم سر صحبتم. من اگر چیزهایی رو میگم برای اینکه در رابطه با مسائل بودایی ها و اتفاقاتی که در آمریکای شمالی و اروپا داره در طریقت بودا میفته، من دارم خدمتتون عرض میکنم بودا و بودیسم ها دنبال دنیای غرب نیومدن بگن ما اومدیم شما رو نجات بدیم. غربی ها به دنبال اینها رفتن. اینها رو فراموش نکنید. اون هم نه برای اینکه آموزشی و دانشی درش به وجود بیاد، فقط و فقط صحبت این بوده که سرمایه‌داری مدرن هر اون چی که به نفعشه پول میذاره وسط میخواد بخره. آقا این بودا الان میتونه خیلی مشکلات حل کنه. خب آقا به وسیله کشوندنش به مسائل مالی تو یک طریقتی رو داری، اصلا یه رنگ و بوی دیگه بهش میدی که روح بودا ازش بیخبره. اینا برای اون مهم نیست. مهم اینه که الان کار من را میفته، پول میذارم به هر چی میخواد بشه بشه. شما میبینید در همین تورنتوی ما بی نهایت از این عرض کنم معبدها، کلاسها، نمیدونم چیزهای مختلف گذاشته میشه. تا دیگه میخوای ماشین بفروشی، خونه بخری، خونه بفروشی، همه شده اسپریچوالیتی. دیگه به گند کشیدن یه طریقت که شاخودم نداره که. اون چیزی رو که ما میگیم اینه، ما میگیم اگر بودا داره صحبت میکنه از مسئله مدیتیشن، مدیتیشن رو برای این مطرح نکرده که من نوعی به وسیله اون جونی بگیرم و بتونم در اختیار سرمایه‌داری مدرن باشم رستمو بکشه. ما میگیم بودا مطلقا اینو نگفته، مولاناش هم نگفته، هیچ کس نگفته. اینو فراموش نکنید. نه اینکه مدیتیشن بده. جلسه قبل خدمتتون عرض کردم 8 مرحله باید بری تا مرحله 8 مدیتیشن مطرح میشه و اون مدیتیشن در واقع پرستاری و حمایت این توانایی درونیه که ارتباطش با منبع هستی بمونه. نه برای اینکه جون بگیری بری کار کنی پول بهتری در ری زندگی را حتی ایده. همه چیز شده وسترنایز. بودا صحبتش بر این منواله که ما یک مسیری رو باید طی کنیم، از این مسیر که زندگی مادیه، ظاهر مادی که داریم، باید از این عبور کنیم و درک مستقیمی از اون عنصر و روح انسانی داشته باشیم. چی میگه بودا؟ ببینید عین این کلامه. میگه 4 حقیقت عالی رو من خدمتتون از بودا عرض میکنم. اون چیزایی هم که من میگم نه کاری به بودای بودیسم تبتی دارم، نه کاری به بودیسم هندی دارم، نه کاری به بودیسم نپالی دارم، به هیچ کدوم از ما. اون متون و کتاب‌های اصیل بودا رو من خدمتتون عرض می‌کنم. 4 مرحله مهم داره، 4 حقیقت عالی داره. اولیش رنجه. خیلی زیاد شدین دوکا. رنجه که بفهمی جهان پایه و اساسش رنجه. جهان رو بر این که من و تو توش لذت ببریم نیافریدن. اما اون دفعه هم خدمتتون عرض کردم در بحث سعادت بودا باور داره، میپذیره که ما یک سری سعادت‌های موقت و کوچیک داریم. نام میبره، میگه یه کسی خانواده رو دوست داره، سعادتیه براش. یه کسی از خانواده بیزاره، تنهایی رو دوست داره، یه سعادتیه براش. هر کسی یه جوره. اما این رو باید بدونه که اینا سعادت‌های موقتن، سعادت‌های کوتاهن، کوچیکن. اینا سعادت‌های ابدی نیستن، از دست فرد میره. این شهودت رو، این المانت رو، این المنت و عنصر رو قربانی این چیزها نکن. این حرف بوداست. نه اینکه بیا این المان و المنت رو قربانی این بکن که 4 قرون بیشتر پول دراری.
این اون مشکلیه که ما با وسترن کانتریز داریم، نه با کشورهای غربی، نه با ما طریقت بودا. حالا اولیش رنجه، دومیش اینه که رنج چیه؟ میگه رنج بودن و نبودنه، رنج تشنگیه. میگن یعنی چی؟ میگه یعنی این که تو همش تشنه‌ای، یه چیزایی رو میخوای 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 و یه چیزایی رو هم نمیخوای 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 نمیخوای. این علت رنجه، این رنجه. شما ببینید ما فرزندانمون رو غیر از این تشنگی بزرگ میکنیم که هر اون چی که میخوای بخوا 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 و اون چیزایی هم که نمیخوای خب نباشه نباشه نباشه. میگه این خواستن، این ویش که همش یه سری چیزا رو میخوایم یه سری چیزا رو نمیخوایم درده، بعدش رهاییه. و بعد چهارمین حقیقت جلیل اینه که من چطور رهاشم از این داستان ها. میگه آقا جون من طریقتی دارم، روشی دارم که تو بتونی از این رد بشی. رد بشی یعنی چی؟ بسیار به عرضم عنایت کنی. شما کلمه نیروانا رو زیاد به کار میبرید در فارسی، ریشه لغت میدونید چیه؟ ریشه لغت یعنی خاموش شدن، پایان یافتن. این میدونید چه زمانیه؟ این اون زمانیه که این خواستها، این تشنگی، این میخوام و نمیخوام، این غرق بودن در مسائل فقط جسمانی به پایان برسه. اونجا سعادت شروع میشه، دیگه این حسا رو نداری. پس اینو در نظر بگیرید، تمام اینها یک حرف میزنن از حکیم فردوسی که عرض کردم، چون مبنای عرفان ایران باستان قبل از اسلام همینه، بودا همینه، مولانا همینه، که تو هدف زندگیت پرستاری از این داستانه. حالا بقیه این توضیح دادن اینایی که من خدمتتون عرض کردم. آن تحری آمدن در لیل تار، وین حضور کعبه و وستان نهار. گفتش که همینه که من خدمتتون گفتم، اینا همش زن و گمانه، ولی این چیزی که من دارم میگم، یعنی مولانا میگه روز روشنه. خیز ای نمرود پر جوی از کسان، نردبانی نایدت زین کرکسان. هم دقیقا حرفای بوداست که ای نمرود درون، ای خواسته، ای که فقط میخوای، ای که فقط دنبال این هستی که توهم میکنی، توهم میکنی که این سعادت های کوچک ابدی ان برای تو، و تو باید طریقت مولانا، طریقت بودا، هر کسی رو، هر بلایی میخوای سرش بیاری که فقط بتونی این سعادت موقت رو نگه داری. میگه این نمرود، یعنی این حالت خواستن، این بودن و نبودن، این تشنگی رو به نمرود داره تشبیه میکنه. میگه بیا از کسی پر بگیر که به دردت میخوره، بتونی به اونی که من به عنوان اون ذات، اون عیون نام بردم، اون درون روشن نام بردم برسی. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، پر او با جیف خاری متصل. تمام اینه که من خدمتون گفتم، برای اینکه ما این عقل جزوی رو میگیریم و فکر میکنیم که با به کارگیری طریقت حالا بودا یا مولانا ما فقط میتونیم منافعمون رو تأمین کنیم. همینه که من خدمت، پول میذاره وسط، سرمایه داریم یا آقا برین طریقت بودا رو بخریم. شما تو ظرف 10 سال گذشته تو این تورنتو ببینید چه خبر شده این داستان ها. چرا؟ چون برش منافع داره. اینا جیف خاریه، در صورتی که طریقت بودا برای برد پروری نیومده که یه جونی بگیریم هر موقع میخوان رستمونو بکشن، هر موقع میخوان ولمون کنن. بگذاریم. عقل عبدالان چو پر جبرائیل، میپرد تا ظل سدره میل میل. میگه اونی که من دارم میگم یک پر جبرئیله
که من خدمتون عرض کردم، این پر جبرئیل همونیه که شما یک طرفش بود، یک پرش رو به معنا داره و یک پرش رو به ماده داره، این همونه. میبره تا زیر صدر، صدرت المنتها، میل میل یواش یواش میبرتت، درختیه در بهشت. من اینو عرض کنم که نماد گرفته میشه از درخت هستی، هستی که نیاز به چیزی نداره، هستی که ابدیه و هستی که با انسان و ذات انسان پیوند داره. این المنت، این عنصری که من ازش یاد کردم، درک میکنه اون درخت هستی رو. باز سلطانم گشم نیکوپیم، فارغ از مردارم و کرکس نیم. ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. میگه من مردخار نیستم. کرکس مردخاره دیگه. اون چیزی رو که ما به عنوان این المنت ازش نام میبریم و میگیم این در ذهن انسان وجود داره، دریچه‌ایه که ما اسم این رو گذاشتیم عشق. مولانا چی میگفت؟ میگفت دین من عشق ورزیدن است. شما عشق رو اگر بخواید بدونید چه زمانیه، عشق سه تا نشونه مهم داره برای کسی که در این مسیر حرکت میکنه. عشق سه تا نمونه داره، سه تا مثال داره، بهش خیلی توجه کنید. فارغ از مردارم و کرکس نیم. اولین نشونه عشق اقناییه، سیریه، سیری چشمه، پر بودنه، یعنی بینیازیه، بینیازی مطلقه. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، این است. این نمونشه، یعنی یکی از نشونه هایی که عاشق بودن داره. دوم از همه، عاشق بودن نماد دومی داره که شما در عشق فقط یک زمان دارید، سه تا زمان ندارید. گذشته و آینده وجود نداره، فقط حال داره درک میشه. مردارخوار نیست، چون ما در حال حاضر که در این هویت فکری هستیم مردارخواریم، در گذشته و آینده حال رو از دست میدیم. یعنی زمان ما یک زمان بیشتر نیست و حاله، گذشته و آینده نداره. اون چیزی رو که ما بهش خیلی چسبیدیم، مردارخواری، گذشته و آینده است. ببینید سالها اینها رو من توضیح دادم، اگر دوستانی تازه به ما پیوستن گوش بدن ما چیا گفتیم، یه موقع فقط این کلمات رو نگیرن، پایه ها ریختیم تا امروز این صحبت ها رو بکنیم. نشانه سومی که داره، خود از بین میره، خود وجود نداره. همون داستان معروفی که حافظ تو خود حجاب خودی، همون داستان معروفی که شنیدید. به بودا گفتن که ما به نیروانا میرسیم که چی بشه؟ گفت به نیروانا میرسیم که در وهله اول این تشنگی از بین میره، این خواستن نخواستن از بین میره. یعنی چیزایی رو که نمیخوایم بد میدونیم برای خودمون و چیزایی که میخوایم خوب میدونیم برای خودمون. تنفر، انزجار از هستی، انزجار از همه چی از بین میره. سوم توهم از بین میره. توهم یعنی چی؟ یعنی همین دنیایی که من بالا خدمتتون عرض کردم، اون چیزی رو که ما داریم درک میکنیم فقط یک توهمه. حرفی که مولانا میزنه، بودا میده، شما هیچ عارفی رو در ایران باستان، در بودا، بیایید در عرفای ما پیدا نمیکنید که غیر از این گفته باشه که آقا این زندگی برخلاف اون چی که فکر میکنی خیلی واقعیه، این یک توهمه. وقتی میفهم، وقتی که از خواب بیدار میشی با واقعیت رو در رو میشی. پس اینی که میگه من کرکس نیستم داره نشانه میده،
میگه آقا مردار خار نباش، تو گذشته و آینده زندگی، تو بین دوتا، تو دوتا نیستی زندگی نکن، اینا دوتا نیستی هن که توش داری زندگی میکنی. عشق مال حاله. بعدی جیف خاری، نیازمندی، آزمندی، آزمندی فوقلاده مسئله ویرانگریه که انسان همیشه آزمنده که جیف خاری میشه و زمان و بعد خود از بین میره دیگه. شما خود رو در خودت نمیبینی. کجا اینو متوجه میشی؟ باز سلطانم، جشم، نیکو پیم. تو متوجه میشی که شاهین سلطانی، شاهین اون آفریننده هستی، اون ناشناخته پایان ناپذیر هستی. اون شهود تو رو به این میرسونه. در حقیقت اون چیزی رو که اینها ارتباط با واقعیت میدونن فقط شهوده، بقیهش لازمه حفظ جسمه. در این عقل جزوی مشکل اصلی هم که میبینید، میگه که عقل جزوی اجازه اینو نداره که بخواد به اونجاها پر بکشه. کرکس نمیتونه. این همینقدر خوبه که ما رو از آسیب‌ها، بلاها، زندگی روزمره، بیزینس، کار، کاسبی حفظ کنه. بیشتر از اون نمیتونه بپره. ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. میگه آقا جان این عقل من یه همچون عنصری در تو وجود هستم که دریچه این عشقه که من خدمتون عرض کردم و بازم توضیح میدم. تو بیا به سمت من کس تو هم، منم که به تو اون آزادی، اون آسایش و اون ابدیت رو میدم. تو چرا میری دنبال فقط عقل جزوی؟ این دوتا بال همیشه صحبت کردیم لازمه زندگی بودن دیگه. وقتی که کرکس بخواد جای شاهین رو بگیره، شدنی نیست. چند بر امیا دوانی اسب را، باید استا پیش را و کسب را. میگه چقدر تو تاریکی میخوای حرکت کنی؟ تمام این صحبت هایی رو که تا حالا خدمتتون عرض کردم باز برمیگرده به داستان. من داستان رو یه مقدار میخونم، دوباره برمیگرده سر این حرفا. داستان تا اینجا بودیم ما که برادر بزرگین گفتش که من صبرم دیگه تاق شد، نمیتونم، طاقت ندارم بیستم و میخوام برم به دنبال دختر پادشاه چین، برم چین. این صحبتهایی رو تا اینجا برادر دوتا برادر دیگه باش کردن و راهنماییش میکردن که این کار رو مکن. و حالا دوباره برمیگرده به حرف برادرها، یعنی مولانا حرفای خودشو میزنه، دوباره برمیگرده سر صحبت برادرها. برادرها برادر بزرگین میگن خیشتن رسوا مکن در شهر چین، عاقلی جو خیش از وی در مچین. برادر بهش گفتن که ببین اینجوری نرو، بیا یه عاقلی رو پیدا کن که با اون بری به شهر چین. آنچه گوید آن فلاطون زمان، هین هوا بگذار و رو بر وفق آن، رو بر وفق آن. هین هوا بگذار و رو بر وفق آن. یه دنبال هوا هوس نرو، برو دنبال اون چی که فلاطون زمان میگه. جمله میگویند اندر چین بجد، بحر شاه، بحر شاه خیشتن که لم یلد. که همه توی چین میگن که این شاه ما هیچ فرزندی نداره، شاه ما خود هیچ فرزندی نزاد، بلکه سوی خیش زن را ره نداد. گفتن تا حالا چه زنی پیش این نرفته، چجوری این بچه دار میشه؟ اهالی چین میگن هر که ز شاهان از این نوعش بگفت، گردنش با تیغ بران کرد جفت. هر کسی از شاه ها اینا این حرف رو زد، گردنش رو با شمشیر زدن. شاه گوید چون که گفتی این مقال، یا بکن ثابت که دارم من عیال، مرمرا دختر اگر ثابت کنی، یافتی از تیغ تیزم آمنی، ورنبی شک من ببرم حلق تو،
ای بگفته لاف کذب آمیغ تو، یعنی همون کذب آمیز تو، دروغوی تو. بنگر از جهل گفته ناحقی پر ز... ببخشید من این رو بنگر ای از جهل گفته ناحقی پر ز سرهای بریده خندقی، خندقی از قعر خندق تا گلو پر ز سرهای بریده زین قلو. میگه خندق تا پایین تا بالا پر از سرهای بریده است از این دروغی که گفتند. جمله اندر کار این دعوی شدند گردن خود را بدین دعوی زدند. میگه هر کسی که اومد این ادعا رو کرد و مدعی این شد که شاه چین دارای فرزند هست، خلاصه سرش از دست داد و همه اهالی چین هم این رو میدونن. ادامه میدیم داستان، یعنی داستان رو ادامه میده. هان ببین این را به چشم اعتبار این چنین دعوی میندیش و میار. گفتن این سرهای بریده رو ببین تا متوجه بشی که نباید به سمت این بری. تل خواهی کرد بر ما عمر ما کیبرین می دارد ای دادر تو را. میگه داداش اجازه میدی توی همچین چیزی باشه که ما تا آخر عمر داغدار تو باشیم؟ گر رود صد سال آنکه آگاه نیست بر اما از حساب راه نیست. میگه اگر کسی 100 سال راه بره، 100 سال حرکت کنه ولی روی کوری باشه، واقع نتونه ببینه، اون به حساب نمیاد. یعنی عمری رو که در پرستش این توان درونی انجام نمیدی، عمرت به حساب نمیاد. عمر از زمانی به حساب میاد که آگاهی باز میشه. یادتون میاد میگفتم رو بعضی ها رو سنگهای قبرشون مینویسن 2 سال پیش دنیا اومده، در صورت که 80 سالشه. این اون زمانیه که کوری از بین رفته. بی سلاحی در مرو در معرکه همچو بی باکان مرو در تهلکه. تهلکه یعنی قتلگاه. این همه گفتند و گفتان ناسبور که مرا زین گفته ها آید نفور. میگه این همه برادرها بهش گفتن و اون ناسبور یعنی همون برادر بزرگین گفت شما هرچه اینا رو میگین من بیشتر دارم وارد میشم، تشویق میشم به اینکه کار رو انجام بدم و برم. ببینید ما نه داستان رو رمزگشایی کردیم، هنوز مونده به رمزگشایی داستان برسیم و حرف در داستان فوق‌العاده زیاده. اما من یه چیز خیلی مختصری رو بگم قبل از اینکه به رمزگشایی حالا تو جلسات آینده برسیم. یه زمانی هست که شما یادتون میاد جلسه قبل گفتم نیت درست بودا میگه همین موضوعه. یه زمانی هست که شما رسیدید به این موضوع که نفس چه ویرانگریه و شما میخواین مطلقا از نفس حرکت کنید به سمت عقل مفید. این اون زمانیه که مدیتیشن، طریقت بودا، طریقت مولانا به دردت میخوره. اگر به اینها درونن نرسیده باشی میخوای از طریقت مولانا، از طریقت بودا استفاده کنی برای جیفه خاری منافع فقط پول نیست. هر اون چه که در تشنگی تو هست، بودن و نبودن، خواستن و نخواستن، اینو میخوای اونو نمیخوای، این برام خوب نیست اون برام خوبه، مریض نشم بیمار نشم. به قول بودا یه کلامی داره دوکا دوکا، حتما شاید زیاد شنیدین، این رنج معمولی. میگن آقا رنج معمولی چیه؟ میگه رنج های معمولی مثل متولد شدن، مثل پیری، مثل مریضی، مثل مردن، این چیزایی که اصلا هیچ اهمیتی نداره. همین صحبته. بسیار بهش دقت کنید، همین صحبته. الان برادر بزرگین به حقیقت مجاز بودن زندگی رسیده و میخواد حرکت کنه به سمت عشق.
دیگه کسی نمیتونه جلوی اینو بگیره چون رسیده. ببینید، برگردید به داستان مسجد مهمانکش که 7-8 سال پیش من اینو باز کردم، خیلی ابیات شبیه اون داستانه. ببینید، یکی از مشکلاتی که مردمی که در هوا هستند، مردمی که در نفس هستند، مردمی که در هویت فکری هستند و حتی همون عقل جزوی رو هم زیاد به حساب نمیارن، به بازی نمیگیرن، یکی از شاخصهای اینها تأثیر پذیری اینها از حرفه. یعنی شما فرض کنید الان من دارم خدمت شما صحبت میکنم، به به چه چه خیلی خوشت میاد، بلنش یکی از من بد بگه، فرمی نکنه اینم داره راست میگه ها، یعنی تو این طریقت به دردت نمیخوره، تو نرسیدی به این داستان، تو اون element، اون عنصری که در درون ماست و اون ارتباط رو با هستی داره، به کشفش مشکل برسی. تا کسی که رو چیزی که بهش رسید میره، ایمان داره و میسته. الان میخواد مطرح کنه که برادر بزرگین در حرکت از نفس به سوی عشق، عقل مفید از تاریکی به روشنایی 100% مصممه و به مرحله ایمان رسیده. ایمان به چیزی ما نداریم در این طریقت ها، ایمان یک مرحله‌ایه که بهش میرسی، داره نشونی میده ازت. یعنی من تمام اینها رو دارم میگم که وقتی میگی آقا نیت درست، طرف بدونه کجاست. تو نیومدی برای تسخیر جهان، جهان رو در زیر سلطه خودت بگیری، کاری که غرب سرمایه داری و مدرن امروز با این طریقت ها کرده. تو نیومدی اینجا این کارو بکنی، تو اومدی که به اون عقل مفید برسی. نشانت چیه؟ نشانت ثبات قدمته، نشانت اینه که تأثیر پذیر از چیزی نیستی. وقتی حقیقت رو میبینی دیگه شک نمی کنی. اینا نمادهای ایمان و کفر بود دیگه که توضیح میدادم. وقتی حقیقت رو میبینه خاضع، به این وجود میگن وجود مؤمن. الانم برادر بزرگین در همین حاله، میگه که هر چی بگین در من چیزی رو عوض نمیکنه، اون رو که باید ببینم دیدم. سینه پر آتش مرا چون منقل است، کشت کامل گشت وقت منجل است. اگر منجلم بکنی درسته، میگه کشت کامل شد، تخمی رو که میکاری نمیکشی بیاری بالا، که خودش رشد میکنه میاد بالا. ببینید مثال هایی که میدن دقیقا چیزایی که خود مولانا میگه. میگه عزیز من، الان تخمها رو کاشتیم، الان رسیده، باید درو کنیم، منجل کنیم، یعنی برداشت کنیم. وقت برداشت، من الان در مرحله قرار گرفتم که باید حرکت کنم به اون سو، چیزی نمیتونه جلوی من رو بگیره. صدر را صبری بود، اکنون آن نماند، بر مقام صبر عشق آتش نشاند. چند تا چیز هست که تشبیه میکنن به آتش. روشن شدن اینها سخته، اما وقتی که روشن شد خودش تاریکی ها رو میسوزونه. یکیش دانشه، خرده. ما دانش منظور مدرسه نیست، خرده. خرد طول میکشه روشن شه، ولی اگر روشن شد تاریکی ها رو میسوزونه. عشق طول میکشه تا درک شه، تا روشن شه، اما وقتی روشن شد همه چیز رو میسوزونه. صبر من مرد، صبر من مرد آن شبی که عشق زاد، در گذشت او حاضران را عمر. آقا از من گذشت، خدا عمر شما رو طولانی کنه، من باید برم در این مسیر. ای محدث از خطاب و از خطوب، زان گذشتم آهن سردی مکو. یعنی میگه ای کسی که داری حرف میزنی با من، هی خطابه میدی، هی نصیحت میکنی، از من گذشت آهن سرد، آهن تا داغه باید بکوبی. من رسیدم به اون چیزی که باید برسم، بی خود من رو سعی نکن تغییر بدی. درم سرنگونم، هی رها کن پای من،
فهم کو در جمله اجزای من. اشترم من تا توانم میکشم، چون فتادم زار با کشتن خشم. میگه مثل شتری میمونم که بار رو میکشم، یعنی روح انسان تشبیه میکنه به شتر که این جسم رو داره میکشه و هر زمانی هم که نتونه دیگه اینو بکشه برای پریدن آماده است. یادتون میاد تسلیم ابراهیم هفته پیش صحبت میکردیم، پر سر مقتوع اگر صد خندق است، پیش درد من مزاج مطلق است. من نخواهم زد دگر از خوف و بیم، این چنین تبل هوا زیر گلیم. تمام اینها در شبیهش در همون مسجد مهمان کش هست. من علم اکنون به صحرا میزنم، یا سراندازی و یا روی سنم. علم در صحرا میزنم، اینه علنی میگم، من دارم علم تو صحرا میزنم که آقا من عاشق شدم، یا میرسم به معشوق یا سرمم از دست میدم. دیگه آهنگای یعنی شعرهای خیلی زیادی فکر کنم از سعدی شنیدیم، سر که نه در پای عزیزان بود، بار گرانی است کشیدن به دوش. اینا همه همون حرفاست. حلق کو نبود سزای آن شراب، آن بریده به شمشیر و زراب. میگه گلوی که از شراب پایین نره بهترینه که بریده بشه. دیده کو نبود ز وصلش در فره، آنچنان دیده سپید کور به. گوش کان نبود سزای راز او، برکنش که نبودان بر سر نکو. اندران دستی که نبود آن نصاب، آن شکسته به ساطور قصاب. آنچنان پایی که از رفتار او، آنچنان پایی که از رفتار او جان نپیوندد به نرگس زار او. آنچنان پا در حدید اولاتر است، که آنچنان پا عاقبت درد سر است. حدید یعنی این که بریده بشه. ببینید اگر با مسائل عرفانی آشنایی ندارین، زیاد سعی نکنید اینها رو تجزیه تحلیل فکری کنید. اینها یک شرایطیه که بعضی انسان‌ها بهشون میرسن. یه مثالی براتون میذارم، بحث عشق رو دارم میگم خدمتون. ببینید عشق یک جریانیه که وقتی در انسان به وجود اومد نمونه های خودشو داره، شما نمیتونید این رو تغییر بدید. ببینید همین خانم مادام کوری، اینا تحقیقات وسیعی رو داشتن و نتایج خیلی قابل ملاحظه‌ای رو گرفتن که واقعا سرنوشت بشر رو تغییر میداد. خیلی به خانم کوری و دیگران گفتن آقا جون این پرتوهایی که از این چیزها میاد بیرون، سنگها میاد بیرون، فوق‌العاده خطرناکه، تحقیقات تو متوقف کن، میمیری. شما چجوری میخواین جلوی مادام کوری رو بگیرین؟ چجوری میخواین بگیرین؟ یا آقا جون بمونم بمیرم باید در این به نتیجه برسم. این عشق ظهور کرده، نمیتونی جلوشو بگیری. اگر کسی در مردار خاری باشه این جلوه و این شکوه رو نمیتونه درک کنه. وقتی این اتفاق افتاد، اصل داستان اینه که شما دیگه اون هدفت، اون عشقت، اون آتیشی که به جونت افتاده برات مهمه. یکی دیگه از چیزهایی که میگه این دست بهتر شکسته باشه، این گوش رو برکن اگر راز حق رو نمیشنوه، بحثش اینه که اگر تو در پی پرستش و خدمت اون جریان درونی نیستی، این جسم و اینهای تو برای اون داده شده نه برای چیز دیگه. این تا اینجا داستان رو ادامه میدم، داستان که یه مقدار ابیات بیاد جلو و صحبت ها گفته بشه.
بعد از این قسمت که تموم میشه یک داستانی رو داره، یک جریانی رو شروع میکنه که به اصطلاح کسی که مجاهده، کسی که در این راه داره جهد میکنه که حرکت کنه، نشونه هایی داره. یا در این راه آیدم آن کام من، یا چو باز آیم زره سوی وطن، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. بو که موقوف است کامم بر سفر، چون سفر کردم بیابم در حذر. میگه موقوفه که من، یعنی قسمت اینه که من باید سفر کنم. بسیار نکته بعد از این مهم میشه. میگه مهم اینه که من سفر کنم، ولی وقتی که سفر کردم متوجه میشم اون چیزی که دنبالش بودم تو حذر، تو خونه است. سفر حذر شنیدی؟ تو خونه خودم بود، اصلا سفر بی خود بود، اما باید سفر کنم. درست بعد از این برمیگرده تو داستان اون فردی که خواب دید، به اصطلاح مال اموال ارثی داشت، موروثی بود، ارث و میراث زیادی بهش رسیده بود، همه رو خورد، از دست داد، التماس کرد که خدایا به من دوباره پول بده. اینو ما سال 2018 فکر میکنم داشتیم. اگر این خواب دید که در یک خانه توی مصر اونجا باید بری دنبال پول بگردی، گنج پیدا کنی. این رفت و اونجا به جرم دزدی گرفتنش تو مصر رو با پلیس صحبت کرد و اینا. خلاصه پلیسه بهش گفتش که تو برای چی اومدی اینجا؟ گفت والا یه همچون خوابی دیدم. گفت آقا آدم به خاطر خواب که حرکت نمی کنه که. منم بارها خواب دیدم که توی عراق توی همچون خونه گنج هست، حرکت کردم برم. این دید آدرس خونه خود اینو تو عراق داره میده. وقتی برگشت رفت عراق دید گنج همونجا تو خونش بوده، اما دسترسی به اون گنج موقوف اینه که تو این سفر رو به مصر انجام بدی. بسیار راهنمایی های مهمی در مسائل طریقتی داره انجام میده. میگه تو میدونی که در درون خودته، اما سفر، سفر نه به معنی حرکت بریم رو کروز شیپ بگردیم، نمیدونم عکس از درختا بگیریم، اینو نمیگه. حرکت های درونی بودن در سلک، ایستادگی، حرکت در اندیشه ها رو داره میگه. یار را چندین بجویم جد و چست، که بدانم نمی بایست جست. یعنی اینی که شما بخوای به این حرکت برسی باید با جد و چست بجویی، بدونی هدف زندگیت اینه، تا زمانی که متوجه بشی که این جستن اصلا لازم نبوده. آن معیت چهی رود در گوش من، تا نگردم گرد دوران زمان. معیت یعنی همراه بودن. میگه من کی این رو میتونم بفهمم، این برای منی که در عقل جزویم، در هویت فکریم مجاز بودن جهان رو درک نمی کنم، در فکرهای متفاوت و رنجها و شادیهای گونگون دارم حرکت می کنم، من نمیتونم بفهمم اینی که خدا گونگی در توی یعنی چی. من این اصلا نمیتونم بفهمم که آقا خدا در خودته. بعدم خیال میکنم که هر راه خطایی که دارم میرم، خب این خدا منو خواسته، این خدا در درون منه. بارها عرض کردم بله تو خداگونگی، اما نه این تویی که تویی. یعنی شعر مولانا بود، میگه یک زمانی میتونم این معیت رو درک کنم به گوش من بره، تا اینکه حرکت در اندیشه ها رو شروع کنم. منظورم حرکت در طریقت اندیشه های برتر، نه اینکه به این فلسفه اینو اونو بخونیم، اشتباه نشه. کی کنم من از معیت فهم راز، جز که از بعد سفرهای دراز. تا نرم، تا حرکت ندم، در طریقت قرار نگیرم، هیچ کدوم از اینها انجام نشه، من نمیفهمم اون عنصری که در منه با حقیقت در تماس اون چیه. ببینید عمر چقدر گرانبهاست.
ازدواج میکنی، ازدواج نمیکنی، پول زیاد داری، پول زیاد نداری، تحصیلات بالا داری، تحصیلات پایین داری، هر چی داری، بچه داری، بچه نداری، هیچ کدوم از اینها هدف قایی تو نیست. هدف قایی تو این معیت رو، این که در وجودت باید درک کنی، منتها سفر در طریقت همه اینها رو باید ببینی، چه جزوی چه کلیش، زندگی، معیشت، پول و حرکت در معنا، مجموعه ای از زندگی، سفر، سیر در انفس، سیر در آفاق. حق معیت گفت و دل را مهر کرد، تا که عکس آید به گوش دل نترد. میگه حق گفت من باهاتم. عرض کردم ما پرتاب شده در این جهان نیستیم، اما اون عنصری رو که من ازش حرف میزنم گذاشت توی دل و مهرش کرد. چون سفرها کرد و داد راه داد، بعد از آن مهر از دل او برگشاد. میگه اساسا این مهر که بخواد این رو از اون سیل بیاره بیرون، مستلزم اینه که تو در مسیر طریقت حرکت کنی، آموزه های بودا رو دنبال کنی، تعالیم مولانا رو دنبال کنی. بذارید یه داستانی من خدمتتون عرض کنم. این داستان، حالا شدم قبلا گفتم میگم دیگه، واقعا یادم نمیمونه، این داستان داستانیه که از برهمه ها گفته شده، از هندی ها گفته شده، ولی خب خیلی ها به کار بردن. مثلا مسیحی ها گفتن مال ماست، مسلمان ها گفتن مال ماست، ولی اصلش مال اوناست. برهمه یعنی خدا ناشناخته پایان ناپذیر، با فرشته ها صحبت میکرد، گفت من یک عنصری، یک گنج بزرگی که ارتباط با منه که هیچ کدوم از شماها ندارین، این رو، یعنی فرشته ها، این رو میخوام بدم به آدم، به نظر شما، ولی میخوام اینو از آدم پنهانش کنم، بره بگرده دنبالش، به این صورت راحت پیداش نکنه. گفتن خب برو بذاریش توی آسمان ها. گفت نه، این فکری که این داره، این هوشی که این داره بهش میرسه. گفت برو بذاریش تو اعماق دریاها. گفتش که نه، اونجا هم میره کشف میکنه. گفتن پس کجا میخوای بذاری؟ گفت میذارم توی دلش، چون هرگز این سراغ خودش نمیره. همه رو باور کن، معلم مدرسه رو باور کن، پدر و مادر رو باور کن، کتاب ها رو باور کن، از همه بدتر سیاست مدار ها رو باور کن، اما خودتو باور نکن. در عرفان، طریقت، چه مال بودا، چه مال مولانا، چه هر کس دیگه ای که همه اینها دارن تو یک مسیر از این نظر حرکت میکنن، کاریه که عزیز من تو باید خودت بکنی، یک کنشه، یک حرکته، تو باید بتونی این حرکت رو خودت انجام بدی، کسی جای تو نمیتونی این کار انجام بده. ببینید در ادیان که شما میاین، مثلا شما هر آلودگی دارین، میرین پیش کشیش توی کلیسا اعتراف میکنین، به کلیسا کمک میکنین، خدا هم گناهاتون رو ممکنه ببخشه. در اسلام فرم دیگه قانونن هزار جور توی این مشاغل دزدی های قانونی، من بدبختی که آفتاب میدوزه رو کار ندارم، با قانون و حمایت قانون دزدی میکنیم میکنن خیلی کسانی که تو این مسائل هستن، اون وقت میرن یه پول میدن و گناهاشون بخشیده میشه. این طریقت ما نیست. تو مسئول اون چیزی هستی که میکنی، تو مسئول اون چیزی هستی که میگی، تو مسئول اون چیزی هستی که میپنداری، و تو میتونی بری کشتی بگیری، تو میری رینگ بوکس بوکس میزنی. پیر فقط میتونه بهت آموزه بده، اما کشتی رو تو میگیری. اینا میبینید چه فرقهای مهمی داره؟ اینطور نیستش که پیر تو جای تو میره، اینطور نیستش که فرض کن کشیش جای تو میره.
این در دل انسان نهفته است، مهر شده و ما هرگز به سراغ اون مهر نمیریم. همه رو باور میکنیم، خودمون رو باور نمیکنیم. اساساً نمیخوایم به یه همچون جریانی برسیم. اما باز شدن این مهر و دیدن این گنج بیکران که شما بخواید این رو ببینید، موقوف اینه که در مسیر طریقت کنش ها خودت انجام کار کنی، خودت بری جلو. حالا میبینید این چقدر فرق میکنیم، این چرا انقدر من هی گلو پاره میکنم. عزیز من، بودا یا مولانا برای شفای بچه تو یا تو نیومده. بابا دکتر هست، سیستم پزشکی هست. تو میخوای از این استفاده کنی، فکر میکنی که من فکر میکنم که اگر بیام حالا مجیز مولانا یا بودا یا خدا رو بگم خب مشکلمو حل میکنه. ذلت نگفتن، پرستش گفتن، خدمت، درک این گنج درونی که در دل مهر شده و این مهر رو باید با سفر درونی، سیر در انفس، سیر در آفاق، گذراندن مراحل متفاوت درونی بعد متوجه میشه. یعنی انگار این که این مهر، این چیزی که روی این صندوق خورده به وسیله این شل میشه، اون وقت یه جایی روی یه فوتی باز میشه، یک جایی. اون لحظه‌ای که من همیشه میگفتم الان توضیح میده. میبینی فرض کن سالها در این هستی اوریان بودی، روی تعالیمی که داده شد رفتی جلو، اونجایی که میخواد مهر باز شه یک چیز دیگه ای، از یک جای دیگه ای میبینی اون مهر رو باز کرد. تمام به تو تمام این مسیر رو باید اینجا طی میکردی که اونجا این مهر برات باز شه. حالا هر چیز دیگه ای رو بگیری به همین صورته. ببین، میگه که بعد از آن گوید اگر دانستمی این معیت را، کی او را جستمی. ولی دانستنت موقوف این سفره. الان فقط گوشی میشنوی، از طریق گوش داری دانشی میشنویش، یه چیزی رو میشنوی، اما اون کسایی که در طریقت حرکت کردن دقیقا میدونن من چی دارم میگم. همه ما میدونیم همه چی در درون خودمونه، اما ملزم به این سفر هستیم. تا این سفر رو انجام ندیم بهش نمیرسیم. دانش آن بود موقوف سفر، ناید این دانش به تیزی فکر. میگه ببین، همین حرفی که معلومه شما زدم، میگه باید در عمل بری، در عمل باید باشی. تا نباشی، این با این که من دارم یه چیزی میگم شما ایسی دارین میشنوین اصلا جور در نمیاد. این چیزیه که باید بکنی و حالت خودت رو ببین تا کجا برات این موضوع مهمه. بارها من عرض کردم اگر کسی واقعا دنبال به اون پوینت رسیده، به اون حالتی که رسیده، مجاز بودن دنیا رو فهمیده، رهایی رو میخواد درک کنه، آزادی رو میخواد ببینه، آزادی مطلق درونی رو ما میگیم، با آزادی های بی اساس کاری نداریم، اون رو میخواد درک کنه، جایی مثل هستی اوریان به دردش میخوره. و الا تا دلتون بخواد از این برنامه ها هست. تو خودت رو ببین، بهترین قاضی تویی. ببینید، من یه نکته رو خدمتون بگم، خیلی اینها مسائل مهمیه که باید بهش توجه کرد. همه چیز رو من و توی انسانی هستیم که معنی میدیم. انسانه که به هر چیزی معنایی رو میده، من جمله به چیزی که معنا میدیم زندگیه. زندگی رو میتونی یک ابله توصیف کنه، زندگی رو میتونی یک بودا توصیف کنه، از کلمات بودایی هاست. زندگی یک جریانه، میتونی یک ابله معنی کنه برات که زندگی خودش باشه،
و یا میتونه یک بودا برات مطرح کنه. هر دوتای اینا با همدیگه چقدر فرق میکنن؟ فرقشون از زمین به آسمانه. ببین عزیز من، تو زمانی که مدیتیت میکنی یا مراقبه میکنی، اون زمانی نتیجه رو میگیری که با عشق مراقبه میکنی. خیلی ها میگن آقا وقتی که تو در اون عشق هستی دیگه اصلا مدیتیشن نمیخوای، که حرف درستیه، مراقبه نمیخوای. اما اگر هم به اون عشق رسیدی و خواستی مراقبه کنی، مراقبت با عشقه، مدیتیشنت با عشقه. پس چندین مرحله من جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، ما اینجا نمیشینیم برای سرگرمی صحبت کنیم، ما اینجا نمیشینیم بیایم به خیلی چیزایی که گفته میشه راجبه حالا مولانا مطرح کنیم و نکنیم. ما داریم برای کسی صحبت میکنیم که در این مسیر واقعا بوده، حرکاتشو کرده، جاهایی به مشکلات خورده، راهگشا باشه و فوق العاده جدی هستیم و به طور جدی من خدمتتون عرض میکنم مشکلات بشر، مشکلات بشریت به طور عمده، نه فقط فارسی زبان ها، درگیر همین مسائله که تو این چند ساله شما رجوع کنید چقدر حرفا زده شد. مشکلات سر اینه. مشکل کرونا نیست، مشکل بیماری نیست، مشکل جنگ نیست، مشکل کار و بیزینس نیست، مشکل خود انسانه که مهمترین ترور رو در جهان هستی داره انجام میده. یک متسخیرگر، یک ویرانگر از توی این روشنایی در نمیاد، کما اینکه تا حالاش هم در نیومده. شما فقط و فقط چون به هر دلیلی امروز روز روی کرونا خیلی فشار گذاشته شده، توجه ها میره اونجا، که البته بیماری خطرناکه، من ممکنه این نیستم، اما شما اگر یه مقدار همین تحقیقات عقل جزوی رو بکنید، باور کنید خودکشی هایی که در روز و در هفته در سطح جهان میشه اصلا قابل مقایسه با کرونا نیست. اون چیزی رو که مولانا داره مطرح میکنه نجات بشریت به طور عامه، که بشریت باید بفهمه در چه مسیری داره حرکت میکنه. تسخیر اینها، تسخیر طریقت بودا، مولانا، اون چیزی رو که سرمایه داری غرب کرده، فقط ژاژخواهی باطله. مگه تونستن بکنن؟ اون چنان پیچیده لابلای این مسائل گذاشتن که در همین سطحی اکتفایی بشه فقط کار سرمایه داری را بیفته. اما ما نباید ببینیم ریشه ویرانی روانی بشریت در کجاست، در هر کجای دنیا. میگم غرب به عنوان پیشتازن و الا در شرق، در خاورمیانه به مراتب و احوال خرابتره. این مشکل بشریته. نجات بشریت در همینهاییه که این طریقت ها میگن، اما با نیت پاک بریم، بدونیم کجا رفتیم. نمیخوایم بریم جهان رو تسخیر کنیم، نمیخوایم بریم پول رو پول بذاریم، یه عده رو بیشتر استثمار کنیم حالا به وسیله اسپریچوالیتی و عرفان. پس تا اینجا خیلی مسائل رو مطرح کرد، نشونه ها این اتفاق میفته. حالا دانش آن بود، دانش آن بود موقوف سفر، نایدان دانش به تیزی فکر. اینو داشته باشین، حالا ببینید حرفی که زدم. آنچنان که وجه وام شیخ بود بسته و موقوف گریه آن وجود. یه داستانی داشتیم، من فکر می‌کنم 2015 یا 2014 یا همچین چیزی، الان واقعیت یادم نیست، خوندیم به نام از دفتر دوم شیخ احمد خزرویه. این وام داشت، بدهکار بود، یه بچه ای رو صدا کرد، اومدن و حلوا میفروخت. این بچه اومد حلوا رو داد به اینا، اینا اومده بودن برای عیادت شیخ. این بچه هم حلوا رو داد و همه حلوا رو خوردن و گفت پولمو بدین. شیخ گفت چه پولی دارم بهت بدم؟
گفتش که بابا من یه بچه نوناور خونم، من چند نفر از خرجی من میچرخم، شما چجوری رحمتون اومد که به من بزنید؟ سکنات رفتار پیر رو ببینید. پیر گفت همینی هستش که هستش، ما نداریم پول بهت بدیم. بچه شروع کرد گریه کردن. اون پولی که سرازیر شد، برگردین رجوع کنی، خیلی داستان رو توضیح دادم، اون پولی که سرازیر شد درست گیرش در گریه این بود. منتها اون کسی که داره از درون عشق میبینه، اون پیر بزرگی که نشسته این داره، این مال آدم عادی نیست، میگه حالا تو زمانی که میری و این صندوق بزرگ در دلته، مثل همین شیخ احمد خضرویه بود که اومدن و سرازیر شدن این پولها موقوف این گریه بود، تو میای و وقتی که این طریقت رو طی میکنی، به خصوص اگه هر کجا پیر و پیر واقعی داری، بهت میگه الان وقتش مواظب باش. یک آن یک لحظه پیش میاد که یک دفعه اون مهر باز میشه. وقتی اون مهر باز میشه صندوق میزنه بیرون. اینا دیگه نهایت اون چیزیه که با چیزی فکر ما میتونیم بگیم، واقعا میتونیم اندازه‌ای که فکر به فهمتش بگیم، و الا بیشتر از اون باید بری سراغ عمل که در عمل کرد ببینی. کودک حلوایی بگریست زار، توخته شد وام آن شیخ کبار. میگه که توخته شد یعنی برآورده شد، پرداخت شد. میگه تا اون کودک گریه نمیکرد این پول سرازیر نمیشد. گفته شد آن داستان معنوی، پیش از این اندر خلال مثنوی. توضیحی رو که مولانا در این زمینه داره میده، میخواستم این قسمت ها رو تموم کنم اما فکر کنم نمیرسم، باید بذارم انشالله برای جلسه بعد. توضیحی رو که مولانا در این زمینه ها داره مطرح میکنه، مسیر طریقت خودته. تا توی انسانی به یک روشنایی هایی نرسی، درک نکنی مجاز چیه، زندگی که درش هستی، سعادت هایی که داری، هر نوع سعادتی که داری، اینها سعادت های محدوده، اینها چیزهایی که خیلی هم خوبه، هیچ کس هم نمیگه اینها رو باید کنار گذاشت، هیچ کدوم از این طریقت ها این صحبت رو نکردن، فقط گفتن آگاه باش که اینها به تو داره داده میشه که تو بتونی مسیر رو پیدا کنی. و همین جوری که مولانا داره میگه، اگر کسی فقط در اون سعادت ها غرق بشه، خودش میدونه، اون خودش میدونه، اون دیگه طریقت مولانا و بودا به چه دردش میخوره، اون میخواد چیکار کنه با اینا. و سه تا نشانه مهم عشق رو در نظر داشته باشید. اینها چیزهایی که درک هر کسی خواهد کرد. یه چیز دیگه ای را من بگم حالا صحبتام، چون وقتم دیگه تموم شده. در طریقت بودایی ها صحبتی رو که میکنن بسیار نکته مهمیه. میگن بودا رفت وارد یه دهی شد، وارد یه شهری شد، توی این شهر مردم اومدن گل آوردن، پذیرایی کردن، خیلی خلاصه اینا رو تعبیر کردن، چه بودا چه پیروانشو. این گذشت و رفت توی شهر دیگه ای، توی ده دیگه ای. خلاصه مردم ریختن فوش به اینا، دادن لعنت کردن اینا رو، اینا رو از توی ده بیرون کردن. بودا گذشت. گفتن یعنی چی اونایی که گل دادن گذشتی، اینایی که فوش دادن؟ گفت هر اون چیزی رو که به من میدن بهشون برمیگردونم، گل رو بهم میدن بهشون گل برمیگردونم، فوش بهم میدن بهشون فوش برمیگردونم. این مال خود اونهاست، نه که من به اونا فوش میدم، در هر دو صورت جفتشو میذارم برای اینا، من به اینها دل خوش نمی کنم. میدونید یعنی چی؟ خیلی زیبا میگه بودا، میگه گل سرخ، از این گلای سرخ خوشبو بود، پر از عطر بود،
واقعا گل سرخایی که هوش از سر آدم میبره. خب اینا توی اون هندوینا هم زیاد بوده. میگه تو اگر روی این گل سرخ هر اسمی بذاری، بگو گل خرزره، بگو چوب خشک، صد تا اسم بد روش بذار، مگر جلوی معطر بودن این گل سرخ رو میتونی بگیری؟ واژه که چیزی رو عوض نمیکنه. اون چیزی که در انسان هویت فکری، در انسانی که در نفسه که فوق العاده همه ما رو هم ویران کرده تا امروز، تأثیر پذیری از واژه هاست. ولی گل سرخ، گل خوشبو که بوش عوض نمیشه که. من 4 تا چیز قشنگ کد میکنم برای شما میفرستم، من میشم اون واژه ها. این یعنی فریب. اونی که این کار رو میکنه بهتره نکنه. مهمترین موضوع سر اینه که بدونه که آقا اون یک راهه که بودا رفته، با اصل اصل که دهن من شیرین نمیشه که. پس اینها در مسیری که حرکت میکنن، هر اون چیزی رو که شما در نظر بگیرید بوی خودش رو داره، چه اسم خوب روش بذارید چه اسم بد روش بذارید. و بعد مهمترین موضوعی که تو این داستان ها هست، کسی جای شما نمیتونه کشتی بگیره. طریقت کنشیه، باید عمل کنی. اون چی که گفته میشه رو باید عمل کنی. میگه آقا نیتت باید پاک باشه، باید نیتت پاک باشه. دیدگاهت باید صحیح باشه، دیدگاهت رو باید در زیر آموزه ها صحیح کنی. آگاهی، هر چی که میگه، تا اینکه مرتبه عشق خودش رو نشون بده. خسته نباشین، به خدا میسپارمتون تا هفته آینده انشاءالله. روابط عمومی هستی اوریان.